مرگ مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه کریستوف دو مارژری در صحنه هوایی در مسکو کشته شد. هواپیمای حامل وی هنگام برخاستن از فرودگاه وناکوف مسکو با یک خودرو برفرو برخورد کرد. فرانسه میگوید تحقیقات مستقلی انجام خواهد داد. به دنبال مرگ مدیرعامل شرکت نفتی توتال، ارزش سهام این شرکت در بازار بورس پاریس به شدت کاهش یافت. کریستوف دو مارژری رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در سانحه هواپیما در روسیه کشته شد. هواپیمای آقای دو مارژری هنگام برخاست از باند فرودگاه با یک دستگاه برفرو برخورد کرد و آتش گرفت. رئیس شرکت نفتی توتال به مخالفت با تحریم‌های روسیه و حمایت از همکاری شرکتش با ایران معروف بود. امیر پایور در گزارشش نگاهی انداخته به زندگی رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان. فرودگاه وناکوف مسکو شاید قدیمی ترین فرودگاه شهر باشد، ولی رئیس جمهوری روسیه هم از آن استفاده می کند. این فرودگاه نیمه شب دیشب میزبان رئیس یکی از بزرگترین شرکت های نفت جهان بود، میهمانی که زنده آنجا را ترک نکرد. جت خصوصی فالکون 50 هنگام برخاستن از باند با یک ماشین برفرو برخورد کرد و آتش گرفت. 4 سرنشین آن از جمله رئیس شرکت نفت توتال کشته شدند. این آخرین تصویر از کریستوف دو مارژری است. او برای شرکت در نشستی مشترک با دیمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه به مسکو رفته بود. مقام‌های فرودگاه می‌گویند راننده برفروب که زنده مانده مست بوده. جعبه سیاه هواپیما پیدا شده، از همه سوال شده، از دیسپچر، راننده ها، مدیران خدمات فرودگاهی. قبل از هر نوع نتیجه گیری باید تحقیقات کامل شه. آقای دو مارژری در حال مذاکره برای یک پروژه 27 میلیارد دلاری استخراج گاز طبیعی از سیبری روسیه بود. همچنین توتال و لوک اویل روسیه قصد همکاری در زمینه استخراج نفت از لایه‌های رسوبی دارند. او مخالفتش با تحریم‌ها را پنهان نمی‌کرد. آقای دو مارژری یکی از اولین کسانی بود که بعد از انتخاب دولت جدید حرف از بازگشت به ایران زد. معلومه که میریم. اگه ایران به جامعه بین‌المللی برگرده، ما چرا باید خودمون رو تحریم کنیم؟ ما منافع مشترک زیادی داریم. فکر میکنم پارس جنوبی نه تنها تجربه بزرگ، بلکه یک موفقیت بزرگ بوده. هنوز از پارس جنوبی گاز تولید میشه و مردم ایران از آن بهره مند میشن. چرا برنگردیم؟ او به رک‌گویی مشهور بود. فکر میکنین آمریکایی‌ها نرفتن؟ اسماشونو میخواین؟ کی پشت سر ما داره با ایرانیا مذاکره میکنه؟ اروپایی‌ها؟ نه، آمریکایی‌ها. 7 سال پیش وقتی دو مارژری به ریاست توتال رسید، خود را در برابر بازرسانی یافت که درباره اتهام رشوه دادن شرکتش به ایران تحقیق میکردند. وزارت دادگستری آمریکا میگفت توتال برای دست یافتن به پروژه‌ها 60 میلیون دلار رشوه داده. توتال مجموعاً 400 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد تا پرونده مختومه شود. کریستوف دو مارژری 63 ساله تمام زندگی حرفه‌ای خود، یعنی 40 سال قبل را در توتال از رده‌های پایین تا مدیریت عالی آن طی کرد و در صنعت نفت به یک نام بزرگ تبدیل شد. به غیر از فرانسه و شرکت نفت توتال، ایران و روسیه هم یک متحد خود را از دست دادند. امیر پایور، بی بی سی. امیر پایور، الان هم اینجاست که یه مقدار بیشتر راجع به شخصیت آقای دو مارژری با ما بگی. تو باش مصاحبه کرده بودی، چطور آدمی بود؟ گفتی رک بود. حالا غیر از دقیقاً مهمترین ویژگیش رک‌گوییش بود. اون زمانی که موقع تشدید تحریم‌های ایران، که حرف زدن از ایران برای خیلی از مدیران شرکت‌های نفتی تابو بود، آقای دو مارژری به صراحت میگفت که در واقع تحریم‌ها رو خیلی در واقع درست نمی‌دونه و از تمایل شرکتش به بازگشت به ایران میگفت. بلافاصله بعد از اینکه دولت آقای روحانی سر کار اومد، اولین کسی بود که گفت که توتال به ایران باز خواهد گشت. در اجلاس نشست داووس هم که آقای روحانی درش سخنرانی کرد، عکسش هم در گزارش بود که در کنار آقای روحانی نشسته بود. در جلسه خصوصی هم که با آقای روحانی با
رؤسای شرکت‌های نفتی داشت حضور داشت. آدم بسیار رک‌گویی بود که البته برای همکارانش در بخش رسانه‌ها کارو سخت می‌کرد، چون معمولاً اونها می‌گفتن که صحبت نکن، مصاحبه نکن، و ایشون حرفش رو به صراحت می‌زد. برای همینم خبرنگارا دوستش داشتن و آدم شوخی هم بود مشخصاً در کنار رک‌گویی. این دو ویژگی است که در واقع به خاطر میاد. نبود آقای دوماژری در توتال چه تأثیری میتونه روی روابط ایران و توتال و به تبع اون روابط نفتی ایران داشته باشه؟ البته آقای دوماژری خودش در واقع یک دیپلمات هم بود، طبیعتا روابط شخصیش با وزرای نفت کشورهای مختلف و رؤسای شرکت مختلف مهم هست، ولی من حدسم این است که توتال سیاستش برای در واقع در مورد ایران بعید است که تغییر کنه، یعنی منحصر به یک فرد قاعدتا نخواهد بود. با این همه خب غیر از ایران، حالا روسیه هم همونطور که شنیدیم آقای پوتین در واقع اظهار تاسف کرده، آقای مدویدف اظهار تاسف کرده، رابطه آقای دوماژری با شرکت‌های نفتی روسیه هم خیلی خوب بود همون که تو گزارش گفتم، علارغم در واقع تشدید تحریم‌ها علیه روسیه.